6 ماه از تغییر نظام در افغانستان می‌گذرد و امروز محصلان پانسیون دولتی دوباره اجازه ورود در فضای درسیشان را دریافت کردند. بر اساس طرح جدید امارت اسلامی، صنف‌های درسی پسران و بانوان در دو زمان جداگانه تنظیم شده است. محصلان ما در این باره نظرهای متفاوتی دارند. زمان خوب ما در مشکل برمیخوریم، نمیتونیم دمی تایم بیاییم، خب حالا شروعش مجبور است بیاییم. من تا همون پیش از دوری می بود خیلی خوبتر می بود. بعضی ها ما خودیم مشکل دارم در این زمان شام. چیزی که تغییر کرده ای است که صنفی های ما بچه ها دیگه حضور نداره در صنف. ما فکر میکنم که ای به دراز مدت کارآمد نیست، بخاطر از اینکه ما در هیچ جای دیده نمیتونیم جهان تک جنسیتی باشه، بخاطر که ای اجتماع است و می اجتماع را واقعا وجود زن و مرد زیبا میسازه. با جدا شدن صنف های پسر و دختر کدام تغییر رخ نمیه، چون که با اگر دستم پسرم نباشه یا دختر نباشه هم میتونم درس خونم، چون که هدف اصلی درس خواندن است، نه که دستم دختر و پسر باشم. بله، با تایمای خود راضی هستیم و امیدوار هستیم سکتگی در امی دروس ما ایجاد نشه. ایده آنان هم از بازگشایی در پوهنتون ها و ادامه تحصیلشان خرسندند و خواهان تامین امنیتشان از سوی امارت اسلامی هستند. قسمی که مینن درس ها بسیار تجدیدی است، بخاطر که یک سمستر است تقریبا 3 هفته درس میتن و همین قسم ما هم احساس خوشحالی دارم، امیدوار هستم که امیر اول ادامه یافت. ما از امارت اسلامی خواهان هستیم که همه تو پنتونا را شروع کرده در آینده بخیر بتانم که مکتبای دخترانه و پسرانه تمام را بروی شاگردای عزیز باز کنه و دیگه از امارت اسلامی خواهان عزیز هستیم که در فاکولتا و در پنتونا و در دانشگاه های دولتی و خصوصی هر جا که باشه امنیت شاگردا و مسئولین در نظر داشته باشه. در قسمت کیفیت درس و کریکولم کمبود استادها، ما از امارت اسلامی می خواهیم که در این زمینه توجه جدی نمایند. اینجا در نزدیکی در ورودی پانتون کابل قرار داریم، دری که پس از 6 ماه توقف بار دیگر برای محصلان پسران و بانوان بازگشایی شده است. ظاهرا محصلان به ویژه بانوان از بازگشایی و ادامه تحصیلات عالیشان خوشبین به نظر می رسند. از سوی دیگر حکومت حاکم در افغانستان شرایط تازه‌ای را برای پوهنتون‌های دولتی در نظر گرفته است که به اساس آن بانوان می‌توانند با حجاب رنگ سیاه و بدون انتقال موبایل‌های هوشمند داخل پوهنتون شوند. برای ما قبلا اطلاع داده شده بود که باید لباس‌هایتان لباس‌های اسلامی باشه، گرچه پیش از این ما لباس‌های اسلامی می‌پوشیدیم، پوشش ما زیاد تغییر نکرده، منتها یک کم قیدگیرتر شده و ای که به ما اطلاع رسانده بودن که گوشی های اسمارت فون دیدن نیارین، تنها برای دخترها فکر کنم تو یک چیز گفته بودن، اما امروز ما آوردیم، اکثر شاگردان آورده بود، اما وقت داخل دانشگاه می شدیم هم کنم ممانعتی برای ما ایجاد نکرد. در طول تاریخ نظام آموزشی افغانستان به دلیل تغییر حکومت ها، بحران های اقتصادی و امنیتی همواره آسیب دیده است، اما با آن هم انگیزه و امید برای ادامه راه دانش میان جوانان موجش را داشته است. فرشاد عمری، تلویزیون آسمان، کابل.